افزایش فشارها بر ایران و متحدان منطقه ایش از جمله گروه فلسطینی هماس که بریتانیا آن را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد بریتانیا آمریکا یا هر کشور دیگر همه مردم فلسطین را تروریست می دانند. اما درباره قرار دادن حماس در فهرست تروریستی بریتانیا این اقدام مردود است حماس بخشی از مردم فلسطین است همچون گروه فتح و دیگر گروه ها وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد هرکس با گروه هماس تعامل کند هدف تحریم های لندن قرار خواهد گرفت اقدامی چند روز پس از آنکه وزارت خزانهداری آمریکا شش فرد و یک نهاد ایرانی را به اتهام تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا تحریم کرد تحریم هایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه سیاست های فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا فرافکنی و تلاش برای فریب افکار عمومی توصیف کرد در همین حال لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه الحدث گفت آمریکا تلاش می کند از راه شورای امنیت و دیپ دیپلماسی با سیاست های ایران مقابله کند. همزمان روزنامه نیویورک تانز به نقل از هشت مسئول امنیتی و نظامی آمریکا و اسرائیل گزارش داد که ایران طراح حمله پهپادی ماه گذشته به پایگاه هوای اطنف سوریه محل حضور نیروهای آمریکایی بوده بنابر این گزارش این حمله در انتقام از حملات اسرائیل علیه اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفته است در پاسخ به اینکه واکنش ما به اقدامات ایرانی ها علیه منافع ایالات متحده حالا چه حملات پهپادی یا هر چیز دیگر چه خواهد بود باید بگویم که ما با آنها مقابله خواهیم کرد و این پاسخ ما ادامه خواهد داشت این در حالی است که اسرائیل در هفتهای گذشته چند مانور نظامی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامید برگزار کرد برخی از این مانورها با مشارکت کشورهای دیگر و از جمله همسایگان ایران صورت گرفت. ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاور میانه شعله ور کنند. همه اینها در حالی است که هنوز تکلیف مذاکرات اتمی جامعه جهانی با ایران مشخص نشده و در ارتباط با این پرونده هم فشارها بر تهران افزایش یافته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا